سلام همه، هفته چهارم، روز چهارم، روز آخر چالش پایین تنه هستش. برای ورزش های امروز یه جفت دنبل لازم دارین، اما همونطور که میبینین من هنوز دنبلام نرسیده و وزنی که استفاده میکنم کتلبل هستش. من چون دسترسی به کتلبل های متنوع داشتم دو تا آوردم، یکیش خیلی سبکه، یکیش یه ذره سنگین تره برای حرکت های امروز. بعد دوباره آپشنال داشتن وزنه و داشتن مینی لوپ یا رزیستن بند، اینم آپشناله. من دوباره دو تا در واقع مقاومت مختلف دارم، یکی سفتره و یکی شلتره. نیاز به یه مت داریم برای زیرتون، برای بعضی از حرکت ها. حرکت های امروز 5 تا هست و تابع تایمینگ 45-15، یعنی 45 ثانیه اکتیویم، 15 ثانیه استراحت. اوریجینال این پست باید 2 راند انجام میدن این حرکت های امروزو، اما من میخوام سعی کنم که 3 راند انجام بدم. اگه دوست داشتین با من همراه شین، اگر نه 2 راندو که انجام دادین میتونین ویدیو رو استاپش کنین. خب میرم اول قبل از اینکه تایمر رو اینا رو شروع کنیم یه توضیح راجع به حرکات بدم. حرکت اول ساید اسکوات هستش که به هر سمت دو تا میرید، 2 قدم و بین راست و چپ عوض میکنید به مدت 45 ثانیه. پس تعداد مهم نیست، اما چیزی که مهمه اینه که شما پیس و ریتمتون رو توی اون 45 ثانیه یک دست و در واقع کانسیستن نگه دارید. خب حرکت به صورت جفت پا از وسط متتون شروع میشه و حالا من الان وزنه و رزیستن بند رو ننداختم، اما تو وقتی حرکت رو انجام میدیم از اینا استفاده میکنیم. خب 1 2 1 2. خب این پیشرفتشه که تمام 45 ثانیه شما با حالت اکتیو اسکوات پایین هستین. کسایی که مبتدی هستن یا میخوان حرکت رو یکم ساده تر کنن، میتونن بعد از هر بار دوتایی که رفتن به کناره ها، یعنی به این حالت 1 2، یه بیان بالا، خستگی از پاهاشون، گرفتگی از پاهاشون در بره و ادامه بدم و 15 ثانیه استراحت میکنین. میریم سر حرکت دوم که دوباره داشتن وزنه برای این حرکت و رزیستن بند دور پاهاتون آپشنال هستش. حرکت پنک جک به دامبل رو هستش. توی این حرکت در حالی که زیر دستاتون ممکنه دوتا دامبل باشه، حرکت پنک جک رو انجام میدین. اینجا یه چرخشی به قسمت در واقع میانی بدنتون میدین و حرکت دمبل رو رو انجام میدین. دوباره جک و رو. خب میگم حذف کردن کش، حذف کردن وزنه، اینا روشایی هستش که شما میتونین این حرکت رو آسون تر کنید. باز اگر خیلی فردی هستین که نمیتونید به مدت 45 ثانیه روی مچ دستتون حالت پلانک وایستین، این حرکت رو در واقع میتونید به حالت به جای جامپ قدم بردارید، بذارید زانوتون رو زمین و حرکت رو رو انجام بدید. فقط اگر رفتین رو زانو، حتما زیر زانوتون مت باشه، چون زمین سفت واقعا اذیت میکنه زانو رو. خب حرکت سوم جامپینگ جک اسکوات هستش که در واقع یه حرکتیه که کاملا بدون وزنه هم میتونه انجام بشه، چون بیشتر هدفش بالا بردن ضربان قلب هستش. ما صرفا این رو اضافه میکنیم برای چالش بیشتر. خب این حرکت به حالت اسکوات شروع میشه و در حالی که وزنه و رزیستن بند دور در واقع پاهاتون هست، حرکت اسکوات جامپینگ جک رو به مدت 45 ثانیه انجام میدین. همچه که گفتم تنها هدف و اصلی ترین هدف این قسمت از ورزش اینه که ضربان قلب رو ببره. که مبتدی هستن علاوه بر این که میتونن وزنه و رزیستن بندشون رو حذف کنن، میتونن حرکت رو جامپش رو تمام 45 ثانیه رو جامپ نکنن. مثلا به این حالت یکیش رو بدون جامپ برن، بعد اگه تونستن مثلا چند تا وسطش رو جامپ برن، دوباره اگر خسته شدن تبدیلش کنن به گام یا جامپ، گام جامپ گام جامپ. بعد 15 ثانیه استراحت. حرکت بعدی حرکتیه که نیاز به کوردینیشن یا هماهنگی بالاتنه و پایینتنه داره. اگر پیشرفته هستین میتونید همزمان این دو تا حرکت بالا تنه و پایین تنه رو انجام بدین که در واقع به چه شکل هستش. یه وزنه دستتونه به حالت اسکوات اکتیو در میایین و همزمان با اینکه دستتون رو به حالت اوورهد ریز میبرین بالا سرتون،
در واقع یه کمی وزنتون رو باید بندازین به سمت مخالف و ساید لگ ریز بکنین، یعنی پاتون رو از بغل بلند کنید. اما اگه بخواین اینو در واقع یه کمی راحت ترش کنید، اول میتونین وزن رو ببرین بالا سرتون، بعد وزن رو منتقل کنید به یک سمت و حرکت ریز رو انجام بدین. دوباره اینجا بیاریم پایین، ببریم بالا و ساید لگ ریز. اما به حالت پیشرفتش این هستش که این دوتا همزمان با هم انجام بشه. این حرکت خیلی حرکت خوبیه، از این لحاظ که اون روی پایدارسازی قسمت لگن و ایناتون به شدت کار میکنه و برای تقویت عضلات کور یا هسته خیلی مفیده. یه چیز دیگه ای هم که هستش، همونطور که میبینید این حرکت در حالت اکتیو اسکواته. برای خیلی از افراد مبتدی یا کسایی که یکم اضافه وزن دارن، ممکن نگه داشتن این اکتیو اسکوات سخت باشه. در نتیجه قسمت اوورهد ریز رو میتونید به حالت غیر اسکوات برید، بعد بیاین پایین و تبدیلش کنید به ساید لگ ریز. خب حرکت بعد 15 ثانیه استراحت. حرکت پنجم حرکت بریج هستش که قبلا هم انجام دادیم. از یک وزنه استفاده میکنید، دوشک زیرتون بذارید، وزنه در واقع بالای دقیقا کشاله رونتون قرار داره و پاهاتون از پاشنه کمک میگیریم برای اینکه لگنتون رو بلند کنید و به این بالا که رسیدین، چون کش دور پاتون هست یک مقاومتی وجود داره و اینجا ابداکشن رو انجام میدین. وقتی که برمیگردین، در واقع تماس باسنتون، لگنتون با زمین در حد خیلی جزئیه، میخوره به زمین برای اینکه بتونید رنج کامل حرکت رو انجام بدید، اما حالت رست و در واقع کامل وزنتون رو زمین نمیندازیم و سریع برمیگردیم به حالت گرید و عقب باشین. بریم شروع کنیم. 45 ثانیه اکتیو، 15 ثانیه استراحت. حرکت اولم سایتون ساید سکوات هستش. استراحت. حرکت بعدی میم رو زمین. جک ساید بروک. جک باستم بالا نمیاد مثل حرکت فنگه. سرشونه ها بالای مچه در. یه شیفت در واقع وزن بدنتون رو میدین به سمتی که تکیه گاهتونه. عضلات شکم درگیر. و این حرکت بعدی برای 15 ثانیه. سکوات جامپ، سکوات جامپ. با وزنه یا بدون وزنه.
leg raise. اینجا سکوات میکنی. ریز و ساید لیگ. ریز ساید لیگ. کشان خیلی سسته و همین دو بخش رو از هم جداگونه میرم. شاید رانده بعدی کشم رو سبک‌تر کنم. Bridge to knee abduction. میریم رو زمین. Abduction. پاشنه کمک میگیریم، لگن رو کامل میاریم بالا و این بالا نی ابداکشن. دو ثانیه و استراحت. اوکی، میریم حرکت پنجم. سایت پنچ تو پوش آپ. اینجا سایت پنچ میچرخیم سمت مخالف. سایت پنچ برای این حرکت میتونیم قسمت جامپ رو پس کنیم. خب راند اول تموم شد، میریم برای راند دوم. اوکی، یک دو این 45 ثانیه رو خودتون باید مدیریت کنید با توجه به لولتون. اوکی، میریم. جمپ جک ساید رو. داشتن دمبل و این حرکت راحت تره. این در واقع انتقال بعد کمتر میشه وقتی دو تا دمبل داریم. نیس جاب. خب بریم حرکت سوم. جا
Jumping jack squat. او وزن یا بدون وزن. انتقال بس به یک سمت و همزمان دست و پا بلند لگن نی ابداکشن. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. بالا بالا سکویز. به بالا که رسیدین منقبض میکنید از عضلات باسن رو. خب دوران تموم شد. کسایی که میخوان راند سوم ما هم برن ادامه بدیم. خب میمره حرکت اول راند آخر وزن رو یکم سبکتر میکنیم. برو. یک دو. اگه خواستیم بیاییم بالا برای شارژ شدن. لگن یعنی زانو و لگن با هم حرکت میکنه به بغل. 1 2 1 2 1 2 1. 5 ثانیه و استراحت. خب میریم برای رو.
Jack. That's it. Whoa. Jack. Jack. سرشونه های من بالای مچ دستمه. دستم نباید زاویه بگیره. باید در زمین عمود باشه. اوکی. میمری حرکت حوازیمون. جام جک سکوات. سکوات. بچه چیزی نمونده. سه راند. بعد این 15 تا دیگه. هولی شت. اوکی اینو دارم میارم برای حرکت بعدی. Overhead. یا همزمان. اینجا یا میتونی کامل بیاین بالا یا همون حالت اسکوات اکتیو رو نگه داری. مسلما اسکوات اکتیو سخت داره. دست و پاتون پرت نمیشه. کنترل از اول تا آخر دامنه حرکت. اوکی. دو تا حرکت بیشتر نمونده. بعد دیگه مینی خونتون. Hip raise, abduction. این بالا سکویز میکنیم. بدون سکویز و منقبض کردن باسن این حرکت فایده نداره. وقت خودتون رو تلف میکنیم. اثرگذاری حرکت وقتیه که این بالا باسن منقبض میشه و جمع میشه. عضلات باسن یا قوی‌ان یا ضعیف. اوور اکتیو هیچ وقت نمیشن مثل بعضی جاهای دیگه بدن. برای همین همیشه تقویتشون به نفعتونه. خب میریم برای حرکت آخر. ساید کرانچ پوشاپ جامپ جک. بدن رو به نوک انگشت‌های پا نزدیک کنید. قشنگ پهلواتون این دو درزیر میشه. چرخیم یه پوشاپ منفی و همراه جامپ جک. این 45 ثانیه شماست. خب و تمام. خسته نباشین. استرچ و سرد کردن یادتون نره. میتونین حرکت های یوگا انجام بدین
و روتین سرد کردن با سبا، هشتگ سرد کردن با سبا هم میتونه بهتون کمک کنه. و همه اینا رو اگه بذارید کنار، فوم رولر از همشون هم بهتره. خسته نباشین. چالش بعدی که احتمالاً اجرای کاملش رو میرم نوروز فیته، که کاملا بدون وسیله هستش و عالیه برای این روزا.